وزارت کشور کویت خطاب به صاحبان حسینی های این کشور نسبت به برافراشتن هر گونه پرچمی غیر از پرچم این کشور هشدار داد. در بیانیه که این وزارتخانه در حساب کاربری خود در ایکس منتشر کرده، آمده است تنها نصب یک پرچم بدون هیچ گونه شعارهایی روی حسینی ها مجاز است. در این بیانیه چنین آمده است: صاحبان حسینی ها باید به قوانین تنظیم شده و دستورالعمل های نیروهای امنیتی به منظور حفظ امنیت همه پایبند باشند. هر گونه چادر و یا قرفه‌ای که خارج از محدوده حسینی ها نصب شود برچیده می شود. وزارت کشور کویت هشدار داده که با هر کسی که قوانین را رعایت نکند به شدت برخورد خواهد کرد. وزارت کشور کویت اعلام کرده است که این قوانین همزمان با آغاز ماه محرم و بر اساس جلسه هماهنگی بین وزارت کشور و ناظران حسینی ها و دستورالعمل ها و توصیه های جلسه شورای وزیران اتخاذ شده است. این وزارتخانه همچنین گفته نیروهای امنیتی کویت برای تنظیم روند تردد و حفظ امنیت در محوطه حسینی ها حضور دارند. بنابراین مشارکت داوطلبان در هر گونه فعالیتی خارج از محدوده حسینی ها ممنوع است. از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جوادی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جوادی، آیا محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت کویت برای عزاداری شیعیان در ماه محرم توسط امیر جدید این کشور اعمال شده و یا در گذشته‌ها هم چنین محدودیت‌هایی وجود داشته؟ بفرمایید. سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و بینندگان محترم این بخش خبری. ممنونم. من اگر اجازه بفرمایید یه اشاره مختصر یه تاریخچه مختصری رو عرض کنم و بعد نتیجه گیری رو خدمتتون عرض کنم. ببینید کشور کویت با حکومت پادشاهی انتخابی نیمه متمرکز و مستقری که داره با جمعیتی حدود 4.6 میلیون نفر جمعیت که 33% اینها داخلی هستن و بقیه مهاجرن، از این جمعیت حدود 74% اسلام و مذهب رسمی اونجا سنی هستن که حدود 60-65% سنی مذهب و 35-40% شیعه هستن. این درصد ما تفاوتی که دارم عرض میکنم به دلیل اینکه برای سایر مذاهب تقریبا آماری در دست نیست و سیستم بسته‌ایه. اکثریت این شیعه ها ایرانی هستن. این کشور با مساحت حدود 17800 کیلومتر مربع و در حقیقت با یه درآمد ناخالص ملی حدود 250 میلیارد دلار در سال، با توجه به اینکه ساختار سیاسی کویت از بین کشورهای منطقه در یه چارچوب عربی خلیجیه که تمایل به دموکراسی غرب در اون شدت داره و به خاطر اینکه خب کویت در زمینه بنیه دفاعی ضعف داره، این کشور رو برای اعمال محدودیت بیشتر و فعالیت ها با توجه به تنوع ادیانی که هستن، مسیحیت و قسمتی هم بهایی هستن، از مذاهب دیگر در این کشور هستن، چون ساختار حزبی و گروه سیاسی در اونجا فعالیت نداره و این کشور که از کشورهای ثروتمند عرب و جهانه و درآمد بیشترش متکی بر نفت هست، به خاطر همین سیستم اطلاعاتی و استخبارات اونجا کنترل شدیدی رو برای حرکت‌های ادیان و مذاهب مختلف دارن. اعمال محدودیت های عزاداری سید الشهدا علیه السلام تو همین راستاست که من متذکر میشم که خب نسبتا فشارها از بعد از انقلاب اسلامی کمی بهتر شد به دلیل اشتباهات استراتژیکی که خب به هر حال بعضی از کشورها و ما مرتکب شدیم و به هر حال باعث شد که فشارها زیاد بشه. یادم هست که مرحوم جناب حجت الاسلام شیخ برهان محمودی هم که نماینده مراجع بودن به خاطر همین حرکت ها از اونجا اخراج شدن و اجازه بازگشت به کویت بهشون نداد. برای حفظ و در حقیقت تداوم مجالس روزه و
در آینده اونها به نظرم همکاری با این قوانین باعث تداوم این حرکت ها میشه. و این محدودیت ها با توجه به اینکه با هماهنگی تو جلسه وزارت کشور و نمایندگان هیئت ها بوده، به نظر بنده در زمان امیر جدید فشارها نسبت به دهه قبل کمتر شده و باید مثبت ارزیابی بکنیم. البته ما انتظاری که از نحوه عزاداری تو ایران و عراق داریم رو نباید از اونجا داشته باشیم. من از من آینده رو روشن میبینم و فشارها نسبتاً کم شده. درسته که الان تو این مقطع در حقیقت تاریخی ما این فشار رو میبینیم، ولی به نظرم خیلی نباید روی این فشار تاکید کرد. تداوم این حرکت در این کشور به نظر من خیلی مهمه و به هر حال تنش‌هایی رو که ممکنه در اثر حرکت‌های بیرون ایجاد بشه، شاید برای سایر ادیان و مذاهب نتونه کووید اعمال کنه. بنابراین به نظر من خیلی دید منفی نباید داشت به این موضوع. بله، با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.